با گذشت بیش از 2 سال از تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس، این لوایح همچنان بلا تکلیف موندن. به اعتقاد کارشناسا، سازمان‌های بین‌المللی از لوازم ورود به جامعه جهانی و تعامل با دنیا به شمار میرن. بر این اساس، پشت کردن به تمام سازوکارهای بین‌المللی ایران رو به کشوری منزوی تبدیل میکنه. این موضوع حتی باعث دوری کشورهای دوست از ایران میشه. مثلا روسیه و چین به وضوح گفتن بدون FATF امکان مبادلات تجاری با ایران رو ندارن. برای توضیح بیشتر کافیه به تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در 1 سال گذشته توجه کنیم. در سال 2020 حجم مبادلات چین با ایران 35% کاهش داشته و به کمترین میزان در 15 سال اخیر رسیده. در این مدت واردات ایران از چین 11.3% و صادراتش به چین 52.4% کاهش داشته. کشور دیگه عراقه که 800 میلیون دلار به شرکت‌های مهندسی ایران بدهکاره اما اون رو پرداخت نمی‌کنه. چند مدت پیش هم اعلام شده بود که بانک‌های روسی و چینی به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دن. یکی از دلایل همه این اتفاقات نپذیرفتن سازوکارهای FATF از سوی ایرانه. دلیل اصلی مخالفان FATF بیش از هر موضوع دیگه‌ای احتمالاً نگاه منفی اونها به نهادهای بین‌المللیه. از صحبت‌ها و تحلیل‌های بیشتر این مخالفا دست کم 2 پیش‌فرض قابل تشخیصه. اول اینکه اونها ایران رو محور عالم فرض کرده و تصور میکنن کل دنیا در حال برنامه ریزی علیه ایرانه. دوم اینکه این افراد به همه سازمانها و سازوکارهای مرسوم بین المللی تردید دارن و اونها رو ابزار دست آمریکا میدونن. اونا میگن نگران شفاف شدن اطلاعات ایران برای دشمنان هستن. حالا سوال اینه که با این نگرانی چرا از بقیه سازمان‌های بین‌المللی مثل ایکائو یا فاو خارج نمی‌شن؟